شاهزاده و گدا نوشته مارک تواین تهیه شده در بنیاد آینه پیش گفتار داستان شاهزاده و گدا اثر بی همتای مارک تواین تا کنون به چندین زبان برگردانده شده و در ایران نیز در چند نوبت به چاپ رسیده است. اما این قصه این بار از سری داستانهای خلاصه شده از انتشارات کلیفس در آمریکا به چاپ می رسد که امیدواریم مورد توجه شنوندگان ارجمند علال خصوص نوجوان و جوانان عزیزی که علاقه من به شنیدن قصه های جالب و پنداموز هستند قرار گیرد. در این کتاب تلخیص شده، مانند دیگر کتاب های مشابه سعی و کوشش گردیده که به محتوا لطمه نخورده و خط سیر داستان نیز حفظ شود، به طوری که خواننده کوتاه شدن قصه را احساس نمی کند و استمرار آن برایش کاملا ملموس است. ضمن نتیجه گیری و پیام نویسنده نیز صد درصد محفوظ مانده و خواننده از این حیث نیز کمبودی احساس نخواهد کرد. باشد که این گونه کتاب های که از نظر صرف جویی در وقت علاقمندان به مطالعه نیز حائز اهمیت می باشد، جایگاه خود را هرچه بیشتر باز کند و همچنین تشنگان به یادگیری و آموزش در این رهگذر بهره بگیرند. زندگی نویسنده مارک تواین که نام اصلی او ساموئل لانگ هورن کلمنس می باشد در سال 1835 در ایالت میسوری آمریکا متولد و در سال 1910 در سن 75 سالگی وفات یافت. به یکی از نخستین نویسندگان واقعگرای آمریکایی است که آثارش از تنز خاصی برخوردار بوده و این آثار اساساً حاصل تجربیات زندگی وی به حساب می آیند. از معروفترین نوشته های تواین که موجب شهرت او شدند، ماجراهای تام سایر و زندگی هاکل بریفین را می توان نام برد که پس از شاهزاده و گدا نوشته شده است. شخصیت های این داستان ها تقریبا حقیقی هستند و زمانی که تواین در یک کشتی مسافرتی کار می کرده در طی سفرهای دریایی بر روی رودخانه میسیسیپی در اثر برخورد با افراد گوناگون از آنها الهام گرفته است. اگرچه داستان شاهزاده و گدا دارای ویژگی است که آن را از دیگر آثار تواین متمایز می سازد، اما وجه اشتراک قابل لمسی بین دو شخصیت اصلی آن یعنی تام کانتی و ادوارد تودور تو پسر بچه‌ای که به عنوان گدا و شاهزاده چهره فراموش نشدنی از خود در ذهن خواننده باقی می‌گذارند و دیگر شخصیت های تام سایر و هاکل بریفین از نقطه نظر معصومیت وجود دارد. کلا قهرمانان این قصه ها همانند فرشتگانی هستند که هر آن و هر لحظه ممکن است وجود پاک و معصوم آنها به گناهی نابخشودنی آلوده شود. پدر مارک یک وکیل بود که در کارش چندان موفقیتی نداشت. او زمینخاری را پیشه خود ساخته بود تا شاید از این راه صاحب ثروتی شود. پدر تواین از داشتن هوش سرشاری بهرمند بود و چهره ای پر جذبه داشت. و مادرش از اهالی جنوب ایالات متحده به شمار می آمد. او در جوانی از زیبایی برخوردار بود به حیوانات علاقه وافری از خود نشان میداد که البته این امر ناشی از احساسات رقیق او میشد. هرچند خانواده تواین دارای مال و منال چندانی نبودند، اما با این حال دوران کودکی مارک به خوشی سپری شد تا اینکه در دوازده سالگی پدر خود را از دست داد و مجبور شد برای امرار معاش در چاپخانه ای شروع به کار کند. او این کار را تا سن 22 سالگی یعنی به مدت 10 سال در شهرهای هانبال و نیویورک ادامه داد. اما فکر خلاق و روحیه ماجراجویانه مارک تواین تنها با این کار اغنا نمیشد. لذا برای اینکه به هدف خیش برسد به سیر و سفر پرداخت و به مدت چهار سال به عنوان راهنمای مسافران کشتی که با پرداخت 500 دلار از یک بلدچی حرفه‌ای آموخته بود بر روی رودخانه ی میسیسیپی در گشت و گذار بود و در این ره گذر با افراد بیشماری آشنا گردید و دوستان بسیاری پیدا کرد که همه آنها در شهرهای اطراف میسیسیپی ساکن بودند. این انس و الفت و آشنایی هایی که بین تواین و مردم به وجود آمد تجربیات خوبی برای او در داشت. وقتی جنگ های داخلی آغاز شد تواین تصمیم گرفت به جنوب آمریکا برود اما برادرش به او پیشنهاد نمود که به سوی غرب کوچ کند و کارش را نیز در همانجا دنبال کند. بنابر این تواین به غرب رفت و در آنجا شروع به نوشتن داستانهای کوتاه نمود. او ضمن اینکه به این کار مورد علاقه خود می پرداخت به عنوان خبرنگار روزنامه ها نیز فعالیت چشمگیری داشت تا اینکه طولی نکشید نامش بر سر زبانها پیچید و نوشتههایش شهرتی جهانی یافت. مارک تواین در این زمان مقاله های بسیاری نوشت که همه آنها از تنزمایی های قوی و جالبی برخوردار بودند. امروز هم که آثار او را مرور می کنیم در بسیاری از گفتارهایش تنز تلخ و گزنده ای را که اکثرا محتوایی فلسفی و پربار را دارا می باشند دقیقا لمس می کنیم. داستان شاهزاده و گدانیز از این امر مستثنا نیست. چرا که هر یکی از شخصیت‌های این ماجرا سمبل و الگوی رفتاری انسانها بوده، زشتیها و زیباییها را به طور آشکار در نظر خواننده متجلی می سازند. مارک تواین در قصه های خود بیشتر از مردم که با اکثر آنها معنوس بود الهام گرفت. مردمی که در شهرهای اطراف میسیسیپی زندگی می‌کردند، همواره از تواین به عنوان یکی از بهترین و محبوبترین داستان نویس آمریکایی یاد می‌نمیه او را که مردی مهربان و شوخ تب بود دوست داشتند و نوشته هایش که از زندگی و اجتماع جدایی نداشت هر خواننده ای را مجذوب می ساخت. از این جهت مارک تواین را باید یکی از نویسندگان معروف و مورد علاقه مردم دنیا در قرن 19 هم به حساب آورد. وقتی سن تواین از مرز پنجاه سالگی گذشت، کم کم ستاره اقبال زندگیش رو به افول گذاشت چرا که وضع مالی او به وخامت گرایید. خود و همسرش به نوعی بیماری دچار گشتند. دختر بزرگش در اثر ابتلا به بیماری مننجیت درگذشت و یکی دیگر از دخترهایش بیماری سر گرفت. اما با این حال مارک تواین هنوز از پا نایستاده بود و همچنان کار میکرد و مینوشت. بیش از پیش شهرت یافته و مقاله های تنزگونش طرفداران بسیاری پیدا کرده بود. و سرانجام آثار گوناگونی از خود باقی گذاشت او در زمینه شعر مقاله ادبیات روزنامه نگاری قصه های کوتاه و بلند و بالاخره حکایات فولکلوریک و متنوع بسیار نوشته است که همه در زمره شاهکارها و جزء بهترین آثار نویسندگان جهان محسوب می شود. درباره داستان ماجرای شاهزاده و گدا با بیانی ساده نوشته شده است اما این قصه در عین سادگی رفتارهای مختلف و اندیشه های گوناگون انسانها را در ذهن خواننده به تصویر می کشد مهمترین نکته در داستان تغییر شخصیت شاهزاده و گدا می باشد دو نوجوان پاک و معصوم در فکر و اندیشه خود آرزوهایی را که بی شباحت به خواب و خیال نیست می پرورانند. لیکن این به ظاهر آرزوهای خیالی به واقعیت می رسد. با یک اتفاق ظاهرا ساده آن دو لباس همدیگر را می پوشند و به جای همدیگر قرار می گیرند. در حقیقت شاهزاده گدا و گدا شاهزاده می شود. تام کانتی پسر فقیر و نگونبختی است که در بند یک زندگی نکبت بار گرفتار آمده و در خانه‌ای که بیشباهت به بیقوله نیست روزگار سختی را طی کند. او در آرزوی آزادی خیش است دلش میخواهد حتی یک لحظه هم که شده از این دخمه که به یک قفس میماند رهایی یابد به همین جهت گاه در رویای خیش بر اسب آرزوهایش رکاب میزند خود را شاهزاده میبیند و همچون شاهزادگان زندگی میکند اما درست در همین زمان در مکانی دیگر شاهزاده ای واقعی در قصری با شکوه در پر قو می خوابد و به شیوه شاهان تربیت می شود. ولی او نیز بگونه ای خود را در بند می بیند و برای دمی زندگی کردن در بیرون از این قصر دلش لک زده است. در حقیقت این دو نوجوان در باطن خود هر یک به نوعی در آرزوی آزادی خیشند. مارک تواین درباره تام چنین نظر دارد. آرزوهایی عمیق و دیرینه او برایش رویاهایی زیبا و دوست داشتنی هستند. اما واقعیت چیز دیگری است. نکته دیگری که تواین تنزگونه در این قصه مطرح می سازد این است. از دید انسانها شخصیت انسان در قالب لباس تجلی می کند. به طوری که در داستان خواهیم دید وقتی که دو قهرمان این قصه لباسهای یکدیگر را به تن می کنند آن که شاهزاده است گدا آن دیگر که به واقع گداست شاهزاده می نماید و در هر کجا که ظاهر می شوند مردم آنها را به جای یکدیگر دیگر می پندارند. تو این در شاهزاده و گدا زندگی اشرافی و بالعکس زندگی تو با فقر و بدبختی را نشان می دهد. و در این راه گذر اصالت خانوادگی را نیز به خوبی مطرح می سازد. او همچنین ظلم و بیعدالتی را که عموماً توسط حکام ستمگر انجام گرفته و همیشه فقر و فلاکت مظلومین را موجب می گردد کاملا و به وضوح بازگو می کند. شخصیت هایی را که مارک توانگ در این ماجرا ساخته و پرداخته است به جز خاندان سلطنتی و وابستگان آنها که حساری به دور خود کشیدند و حسابشان از دیگران جداست، برخواسته از سرزمین پهناوری مانند انگلستان می باشند که فقر و فساد و بدبختی در آن جامعه بیداد می کند. تو آین در قصه های دیگر خود خصوصا در تام سایر این شخصیت ها را که اکثرا از مردم عادی و فقیر هستند با بیان گوناگون به تصویر می کشد. رویدادهای هیجان انگیزی که در داستان شاهزاده و گدا به وقوع می توسط تواین بسیار استادانه تحریزی شده است. به عنوان مثال حوادثی که برای تام پسرک فقیر روی می دهد بسیار جالب است. به طوری که خواننده در سیر جریان این رویدادها قرار میگیرد. نمیتواند از سرگذشت او که ناگهان به لباس شاهزاده درآمده مانند شاهزاده ها زندگی می کند و حتی تا زمان تاجگذاری پیش می رود قافل بماند. مارک تواین در بخشی از زندگی نامه خود به داستان شاهزاده و گدا اشاره کرده و می نویسد شاهزاده ادوارد و تام پسرکی فقیر در اثر یک اتفاق ساده به جای یکدیگر قرار می گیرند. این اتفاق مصادف با مرگ هانری هشتم پادشاه انگلستان است. درست روزی که شاه می میرد به گدا وارد قصر می شود و شاهزاده از کاخ سلطنتی خارج می گردد. داخل قصر همه گدا را شاهزاده می بینند در حالی که در خارج از قصر قضیه برعکس است و شاهزاده بیچاره با لباس مندرسی که به دیگری تعلق دارد همچون آوارگان به هر کجا که قدم میگذارد تردش می کنند و این برای شاهزاده نگونبخت زجری کشنده است. اما همانطوری که گفته شد در کاخ سلطنتی آن جند پوش واقعی را در لباس شاهزاده همه باور می‌دارند و هر آنچه را که در فراخور شاهزادگان است از وی دریغ نمی‌کنند. راستی در ابتدا چه سخت است برای آن پسرک فقیر پذیرفتن این همه شکوه و بزرگی به طوری که سخت دست و پای خود را می بازد و چه حال عجیبی دارد زمانی که در کلیسای وست مینستر می تاج بر سرش گذارند. مارک تواین با خلق شاهزاده و گدا در سال 1882 این اثر فنا را به عنوان یک شاهکار در میان علاقمندان معرفی نمود و خرد و کلان به تحسین آن پرداختند شخصیت های داستان یک ادوارد تودور شاهزاده انگلستان که سرانجام به پادشاهی می رسد. ادوارد شخصیت اصلی داستان است که همه چیز در محور او دور میزند. او در حالی که در قصر سلطنتی زندگی اشرافی دارد، خود را در حصاری محصور می بیند و آرزوی آزادی خیش را می کشد. و این حسرت عاقبت کارش را به زاری می تا جایی که وقتی می خواهد برای ساعتی آزادی را تجربه کند، به دامن ولگردان می افتد. دو، تام کانتی تام گدازاده فقیری که در فقیر ترین ناحیه لندن چشم به جهان گشوده در رویای خیال انگیز خود همواره در کاخ زندگی می کند. اما دیری نمی پاید که با اتفاقی به ظاهر ساده رویایش به واقعیت مبدل می شود. سه، هانری پادشاه انگلستان هانری شاه که بر تمامی انگلستان حکومت می کند سیمایی خشمگین و عبوس دارد که نمایانگر دیکتاتوری اوست. با این حال عاشقانه فرزندش ادوارد را دوست دارد و او را تنها وارث تاج و تخت خیش می داند. چهار، جان کانتی پدری رزل و بدجنس که ظاهری تندخو و خشن دارد. او پسر خود تام را به گدایی واداشته و تمام درآمدش را برای خود برمی دارد. پنج بت، نن و مادر تام کانتی مادر و دو خواهر تام که همیشه سعی دارند از او حمایت نمایند و خشونت های جان کانتی نسبت به وی باعث رنج آنها می باشد. شش پدر آندریو کشیشی مهربان و شریف که به تام کانتی خواندن و نوشتن یاد میدهد و لاتین میآموزد و تام که دارای هوش و ذکاوت خاصی است بعدها از آنچه که آموخته سود می برد. هفت شاهدخت جین گری، شاهدخت الیزابت و شاهدخت ماری. آنها ضمن حرفای تنها به تامکانتی ظاهر مهربان خود را نیز حفظ می کند. هشت، لورد هارتفورد و لورد سنت جان دو مرد درباری که مسئولیت مراقبت از شاهزاده انگلستان و فراهم نمودن آسایش و رفاه وی را عهدهدار می باشند. نه، مایلز هندون جوانی بسیار شریف و دوست وفادار ادوارد تودور است او وقتی از بیماری شاهزاده جوان مطلع گردد بسیار غمگین شده و با او احساس همدردی می کند. ده هوگو مردی ولگرد و خبیز که رئیس گروهی از ولگردان است که شاهزاده ادوارد به دست آنها گرفتار می شود اما دیری نمیگذرد که هوگو کتک جانانه ای از شاهزاده می خورد. یازده هیو هندون هیو هندون برادر مایلز هندون است که برعکس او آدم صالح و درستی نیست. هیو وقتی پس از سالها با برادرش روبرو می شود، وانمود می کند که وی را نمی شناسد و به وسیله او مایلز و شاهزاده جوان به زندان می دوازده بلیک اندروز خدمتکار پیر خانواده هندون که بیشتر عمر خود را در خدمت آقای هندون پدر این خانواده سپری کرده است. او زمانی که مطلع می شود مایلز به زندان افتاده پیش او رفته و رویدادهایی را که در طی چند سال غیبت مایلز به وجود آمده برایش شرح می دهد. سیزده لورد هامفری مارلو پیرمردی که با پدر مایلز دوست بوده و مایلز امیدوار است که بتواند با کمک و یاری وی مقام و منصب از دست رفته خانواده هندون را به آنها بازگرداند. چهارده هرمیت پیرمرد مرد دیوانه ای که ادوارد جان با او برخورد می کند. در ابتدای امر پیرمرد قصد دارد به کمک شاهزاده بشتابد، اما وقتی می فهمد پسر هانری شاه است تصمیم به قتل وی می گیرد. و پانزده هامفری مارلو پسرک جوانی که اسیرش کردن تا شاهزاده بر او تازیانه بزند هامفری به تام کانتی کمک می کند تا نقش شاهزاده جوان را به خوبی ایفا نماید خلاصه داستان ماجرای شاهزاده و گدا بین سالهای 1525 تا 1550 در لندن روی می دهد. در یک روز پاییزی تام کانتی و ادوارد تودور به دنیا می آیند. خانواده کانتی بسیار فقیر هستند و تام فرزندی ناخواسته برای آنهاست. اما خاندان سلطنتی و با اقتدار تودور بی نهایت ثروتمند بوده و حضور ادوارد کوچک را در بین خود به فال نیک می گیرند. تمام انگلستان به طور یک پارچه تولد کودکی را که سالها بی در انتظارش به سر می بردند جشن میگیرند. همه جا آزین بندی می شود و مردم تمام روزها و شبها را به رقص و پایکوبی می پردازند و شادمانی می کنند. در این حال ادوارد در رخت خواب ابریشم و در گهواره ای از اطلس می آرمد. در حالی که تام کانتی بر دوشک پاره ای و بر بالشی کهنه و پاره سر می نرد.